שבח אביגי בחייך. עכשיו, שבת שבת, בשטוח השתומה, ניסן, רבלה בשטוח השתומה, אפריל הז, והישדהומה, אורדי בהשת מוהה, הזר הוא, סיסד הוא רבד עושה, ואז סל חודמונם, 2014 הז. שרק בעד אז חופש פסח, בהמי חוש גודשתה, בפסח הוא להד גוזר עומדים בעזר השם ברח, כלומר זה אף שהוא נדולה עמדיקה ועומדי חודה. פרשת כתויה אבטח עומדים, פרשת קדושים, זה פרשה חילי עג'ים חריבה. תהיה פרשה, הר יק פסוקי, יהיה מצווס. یعنی اصلا توش نه داستان داره نه هیچی تموم پراشه هم میتوه است 66 تا میتوه توی پراشه تلوشی میره پراشه کوچیکیه ولی اصلا چیز نداره ترتیب نداره یعنی که وقتی من شروع میکنم با یه میتوه شروع میکنم ادامه نداره این میتوه میتوه قد میشه منظورم اینه که ما دو نوع میتوه داریم یکی میتوه هست که بین آدمیزاد و با هاشم این پراخه مثل شبات مثل خاص شلوم عبد زغا بکنه بعضی در شبی برخه کسی میخواد خیلی شبات بکنه بعضی در شبی برخه کسی که میخواد غذای غیر کاشر بخوره بعضی در حشمه میگه اینا میگم میسوات بن آدم لمکو میسوای دیگه هم هست بین آدم لخبرو یعنی بین آدمی زاده میسوای زیاد هست حالا توی پاراشا تمام میسوها هم که قاطی شده اگر ببینیم توی پراشا این تا اون میسوه با هم قطیه اول میسوه اومده بین هشت برخ و بین ما بعد یه باره وسطش بیاد یه میسوه میاد بین آدم ایزاده دوباره یه میسوه دیگه میاد بین آدم هشت برخ چرا اینجوری هشت برخ درست کرده؟ ببینیم دوتا لوح نخوت ابلیس که داریم چی میگفتیم؟ دومی این که میدنه دو لوح دلوه تورا خب در همه دلوه تورا دلوه زغرین که نمی گفتیم نه دلوه تورا اگر این لوح دو تا لوح تورا رو بگیریم یکیش بستگی داره بین میتسوت و آدم نمکم پنج تا میتسوای اول اون یکی پنج تا میتسوایی است که بین آدم نخبه رو پس قاطی نیست چرا توی پارشت که دوشیم این همه قاطیه سوال نیست که بفرشیم میکنن و جوابش اینه که متاسفانه بعضی موقع ها آدم فکر میکنه که خیلی صدیقه یعنی تو تمام برنامه های هشت برخ خیلی دقیق خیلی دقیق کار میکنه هر میسوی که بین آدمیزاد و بین آدمیزاد و با هشت برخه همه رو انجام میده ولی خب بین خود تو با بقیه مردم چی کار داری میکنی؟ آیا همون جوری که دقت میکنی در میسوهایی که بین آدم ها هشین براخ هست همون جوری هم دقت میکنی بین میسوهایی که آدمی زاده هستن نه چرا؟ چون آدمی زاد اصولا خودخواست اصولا آدم خودخواست ببینید بچه ها رو ببینیم بچه 4 ساله 5 ساله 7 ساله خودخواهه حاضر نیست چیزی که به کسی دیگه بده طبعا آدمی زاد اینجوریه برابر این وقتی که به میسوایی که با هاشمی برخ میرسیم خب آدم میتونه خیلی راحت میسوارا انجام بده ولی بین مردم چه کار داری میکنی؟ بین مردم میسوایی که بین مردم هست آیا دقیقا انجام میدی یا نه؟ این مشکل فقط مال ما نیست این مشکل مال موقع دوره ربی عکیبا هم بود الان ما توی صفت همون هستیم یه مقداری رسمای عزاداری ما انجام میدیم یعنی موزیک گوش نمیدیم صورتمون رو اصلاح نمی کنیم موهای سرمون رو نمیذاریم ازدواج نیست در این روزا چرا؟ به خاطر اینکه 24 هزار از تلمیده ربی عکیبا تو این دوره از بین رفتن طرف شدن چرا طرف شدن؟ نوشته توی گمارا چرا؟ نهگو کبود زبزه یعنی به همدیگه احترام قائل نشدن تا این اندازه همشون صدیق بودن همشون بزرگ بودن همشون مثل ربی شمعون بر یوحای بودن
مثل رابی بیر برانس. این همه آدم های تنعیم بزرگ به خاطر که با احترام دیگه بیان هم دیگه قائل نشدن باید اطلاف بشن تو این دوره. چرا؟ این نشون میده که بین ماها بین آدمیزاد ها خیلی واسه برخ مهمه که آدمیزاد بتونه چجوری رفتار بکنه با یهودی دیگه. حتی در رابی آمده که اخاب یکی از یه پادشاهی بوده که خیلی رشا بود. اخاب توی میشنه تو مسیخ سنیدری نوشته که عربا مرخیم این لایم خیلی کنم هبا. یکیشون اخاب اینو خیلی کنم هبا. خیلی ریش خود داشت. این چیکار کرد؟ رفت توی بیت المقدس روی قربانگاهی که برای هشم هست این قربونی میکرد برای عبود از اقام توی بدمی داشت میره دست میگیره و شخیطا میکنه یک گاو یا گوسفندو برای کی؟ برای عبود از اقام. هشین برخ هیچی بهش نمیگه، هر کاری میخواد بکنه بکنه. ناوی بیاد و دوخیخش میکنه، ناوی بیاد بشه خیلی سخت بهش صحبت میکنه، نابی میاد رد بشه از اونجا، دستشو بلند میکنه، پادشاه هست دیگه، میگه بگیرینش اینو. همون موقع دستش خشک میشه. تو نابی نوشته دستش خشک میشه. چرا وقتی که قربونی بیاد بکنه برای عباد از اقا چرا دستش خشک نشد؟ هشم براخ میگه بگیم من از کابود خودم میگذرم، ولی آیا کابود میدی به نفر دیگه، به آدم های دیگه؟ آیا حاضری ما جان فردایی بکنیم برای یه نفر دیگه؟ به این میگن به اهفته لرخا کموخا. اهفته یعنی آدم باید طرف یه نفر دیگه رو مثل خودش دوست داشته باشه. آیا مگه میشه؟ مگه میشه یه نفر دیگه آدم دوست داشته باشه مثل خودش؟ اگر هشم براخ از ما اینجوری میخواد من مشتاقه میشه. تعریف میکنه دو نفر بودن، اینا دوست خیلی صمیمی بودن با هم دیگه، با جون دل. یکیشون میره مسافرت، اون یکی تو شهر میمونه، میان واسش چغلی میکنن دروغی و یه برنوسش میذارن زندانیش میکنن. آخرش هم به محاکمه میرسه پیش غیر یهودی ها، پیش گویما غیر محاکمه میرسه، حکم مرگش صادر میکنن. بدبخت. اون موقع هم چیکار میکردن؟ کسی که حکم مرگ صادر میشد همه جا جار میزدن، همه جا چیزی میکردن. در فلان روز در میدان شهر، میدان اعدام هم تو ایران بود نه؟ تو تهران بود. تهران هم بود. میدان اعدام چیه؟ یعنی چیه میدان اعدام میکردن دیگه؟ در میدان اعدام طرف رو اعدام میکنن. حالا وقتی بیشتر هم یه نهو یهودی رو میخوان اعدام بکنن، تمام شهر جمع میشن اونجا، همه خوشحالن. همون روزی که این آقا رو خوب دادن بکنن، اون دوستش بر میگرده از خارج، میاد ببینه همه مردم دارن میرن طرف میدان اعدام، چی شده؟ بهش میگن آره یه یهودی هست گرفتنش، این شرور بوده کار خراب کرده و امروز اعدامش میکنن. خب منم میام ببینم. میره اونجا ببینه دوستش رو گرفته دارن میخوان اعدامش بکنن. دوبی شروع کرد داد زدن، نه صبر کنین، این تقصیر نداره، من هستم که خراب کردم، این بدبخت کاری نکرده، گناه نکرده، منو بگیرین. طرف میبینه که دوستش داره چیز میکنه، گفت این دروغ میگه، نه داره چیزی نیست، من خراب کردم، این داره دروغ میگه. پادشاه نشسته اونجا، عجیبه، هر کسی حاضر جونش رو فدا بکنه برای اون یکی؟ تاره همچه چیزی نهیده توی دنیا. میاد بگیر ازشون میگه من خلاصه قضیه رو بگیم. اون دوسته که خارج بود میاد میگه ببین من اینا خوب میشناسمش، این دوست صمیمی منه، این هیچ وقت آزارش به یه مورچه هم نرسیده، نمیتونه هیچ وقت خلاف بکنه، همچه چیزی نیست، این آقا رو من خوب میشناسم، بنابراین این آقا اصلا خلاف نکرده. اگر میخوای کسی رو اعدام بکنی من رو اعدام بکنی، چرا این بدبخت که بیگناهه؟ اون طرف هم میگه اون دوست منه درسته، ولی این هم بیگناهه، کاری نکرده. خلاصه پادشاه میگه جفتتون
من رها میکنم، ولی یه شرط که منو بین خودتون قطعی بکنین، که شما یه گروه هستی که این همه با هم دیگه دوست هستین، منم میخوام بین شما باشم. اینجوری پادشاه میگه. این یه مسئله است که یکی از بزرگای اسرائیل میاره، میگه پاسوکی که خوندیم به هفته علی رخه کموخه انی هاشم، چرا نمیشتن انی هاشم؟ هاشم میگه اگر شما دو نفر هستی که جون دل هم دیگه دوست دارین، منم با شما هستم. چقدر هاشم برخ دوست داره که ماها اتحاد داشته باشیم، با هم دیگه خوب باشیم، دنبال فقط اینترس شخصی خودمون نگردیم. و متاسفانه این روزا به جایی رسیده که خدا رحم بکنه، یعنی هیچ کس نیست که الان دنبال نفع طرف بگرده، هیچ کس نیست. هر کسی هم که میاد چیزی میگه باید بهش مظنون باشیم. این چیز ببخشیم با اون خطر رو نایی کنم، اینو میره خواهد همشه کنید یا بیمارد کسی هم که میاد حس میکنه که میخواد به شما خوبی بکنه، اینو بدونین حتما یه نمنظوری داره، حتما یک نفع شخصی باشه خودش هست. یعنی باید این توی تورا نوشته که بده او به خجده او، آدم باید احترام قائل بشه ولی مظنون هم بهش باش. اعتماد خیلی سخته این روزا، اعتماد بکنیم به مردم خیلی سخته، ولی چرا؟ چون ابرامابینو گفت 4000 سال پیش گفت کی امرتی این نیرعت اروکیم و مکم هزه و عربونی داوید امیده چی میگه به ابرامابینو؟ میگه اگر که گیرت چماییم در یک جایی نیست، آدم میتونه حتی به قتل برسه. پس اگر گیرت چماییم نیست، هیچ چیزی نمیتونی شما اعتماد بکنیم. برای این را شما این چیز خیلی بی نظیره متاسفانه. برای این موضوعی که باید در نظر بگیریم. ما اگر که برنامه های عزاداری میگیریم و نمیدونم ریش نمیزنیم و نمیدونم سرمون نمیکنیم اینا، این اصل قضیه این نیست. مقصود یعنی هدف این نیست. هدف چیه؟ بیاییم یاد بگیریم ببینیم چرا این برنامه برای بزرگای اسرائیل اتفاق افتاده که 24 هزار نفر تلف بشن. حسابشو بکنین 24 هزار بلخا که رفتن روزی چند تا زنی در ظرف 30 روز بیشتر میشه، چون روزای شبات هر وایه نبود، روزای شبات تشریج روزه نبود، شباتا رو بیاریم بیرون، اینا روز موعد هم بیاریم بیرون، روزی 1000 تا هر وایه. مخ مال کی؟ مثل مال عرب عبادی یوسف. مگه میشه؟ چجوری میشه؟ چقدر باید مواظب باشیم که خصف شلوم به یک یهودی توهین نکنیم، یک یهودی از دست من رنجور نباشه، خصف شلوم پولشو نخوریم، نمیدونم سرشو کلک نزنیم، تمام این چیزا. به این میگن احوت اسرائیل، احوت اسرائیل. اگر من همسایه رو میبینم، خودمو باید ببینم، انگار توی آینه دارم خودمو میبینم، همسایه ببینم احتیاج داره یا نداره. دو نفر بودن، اینا غیر یهودی بودن، رفتن نشستن توی میخونه، حسابی شراب خوردن مست شدن. یکشون گفت ببینم تو منو دوست داری؟ الان مسته ها مسلمه که دوستت دارم. چیه؟ تو شک داری؟ اگه من دوست داری تو به من بگو من چی کسر دارم در خونم؟ یکی از بزرگای سر میگه اگر تو این نفر دوست داری میدونی چی کسری داره؟ ببینید این دوتا مست دارن حقیقت میگن. آیا میدونی کسی که تو خونه بخر دستت هست، بغل خونت هست، آیا میدونی چی کسری داره؟ فکرش هستی؟ حالا اونم نه، شاید رابطه باش نداشته باشین، ولی که با کسی که رابطه داری میدونی زندگی چه جوری زندگی میکنه، میدونی چه احتیاج داره، آیا بهش میرسیم؟ آیا یه بار ازش پرسیدیم آقا تو احتیاج داری بیان من بگو؟ این نقطه هاییست که باید از پسخ که در آمدیم بخواییم به خک شبوت برسیم
که توراه را قبول بکنیم، این نقطه ایست که باید در وجود او باشه. یعنی وجود یهودی اینجوریه، نوشته توی گمارا شلوشه سیمانیم لعم اسرائیل، یعنی هر یهودی سه تا نشونه داره: راشت بود گیبر، گمله خسدین، رحمانیم و ایشالیم. گمله خسد یعنی چه؟ یعنی دوست دارن چیزی رقابتی کمک بکنن. قوم اسرائیل دوست داره، یعنی یک یهودی نمیتونه بشنبه که یه نفر دیگه در زجره. یا خیلی یهودی ها اینجور نیستن. ببینید تو سوریه دارن چقدر آدم کشتن، بقیه کشور عرب مثلشون چیزی هست؟ نه با بخوشم. ولی ما میشنمیم یه یهودی در استرالیا در عذاب میکشه، میشنیم بسیش بیشی نمارو میخونیم، تاییدی میخونیم. چرا؟ چون قوم اسرائیل یکیه. قوم اسرائیل اینجوری بار اومده. تعریف میکنن یک پادشاهی بود که این خیلی آدم شبورمانند بود، دوست داشت که مردم رو دست بندازه. اما تمام غلاماش گرفت، بهشون گفت ببینین شما فردا بیاین خونه من توی دربار، من با شما غذا درست میکنم، سعودای خیلی بزرگ، همه چی هم اونجا هست، بیاین بخورین. این بدبختا غلاما وقتی میبینن که به اگر پادشاه غذا درست میکنه، یوهو چه سفره‌ایه، رفتن غذا دیگه نخوردن. یه روز تمام نشستن روزه گرفتن که فردا جلسه‌شون بخورن. آمدن توی سعودا، پادشاه گفت فقط یک ساعت وقت داری میشینه غذا بخورین، بعد از یک ساعت بعد بیاین بیرون. خب رفتن میشینن غذا بخورن، میبینن چنگال چاقو نیست، گارسونا رفتن چنگال بیارن. هر یه چنگالی یه متر دو متر قدش، یعنی خود چنگاله از خود آدمیزاده بزرگتره. و آقا اینا بفرمایید غذا بخورید بیایید. آقا اینا چنگاله میزنن توی چیز، تو چنگاله کلفته، نمیره توی قصه، میخوان دهر بیزنن نمیتونن. یه سال گذشت، عمر پادشاه گفت یالا تموم شد، وقتتون گذشته، بلاشیم بریم بیرون. بعد وقتا فردا چی کار کرد؟ آمد گفت اگر اینجوری من دست انداختم اینا را، بیاین یهودی ها را دست بندازیم. آمد گفت تمام یهودی هایی که توی دربار هستن و اینا همه شما مهمان من هستن، قضا گلت کاشر، قضا خالت درست میکنیم با مشکی همه چی، فقط یه صد وقت داریم بیاین قضا بخوریم. تو همین یهودی ها بیان توی سعودا، میبینن که چنگالا خیلی بزرگه، نمیتونن قضا بخورن، چجوری قضا بخورن؟ بعد از یه ساعت پادشاه میاد میبینه تمام غذاها تموم شده، هیچی میز نیست، چجوری خوردین؟ آقا کاری نداره، اگر چنگال بزرگه اون که روبروی من نشسته، من میتونم به اون غذا بدم، اونم به من غذا بده. یعنی هر کسی فکره یکی دیگه است. این چیزیست که ما داریم. حالا چند تا نقطه اشاره بکنیم، نقطه های کوچیک. ببینید این نفر آمبولانس میفهمه خسرو شلوم تیپور نیم رد. اگر من احبت اسرائیل دارم، همون موقع باید چی کار بکنم؟ همون موقع یه دونه شکل بگیرم توی کوپا بزنم که صداقت اصیل میمامد از برای یکی، برای رفاه این آقایی که توی آمبولانس نشسته. من نمیدونم کی هست، نمیشناسمش کیه، نمیدونم، درسته، ولی یهودی هست، ما یکی از گوشت خودمونه. باید میستم شیر لمرود میخونم و باید چند میشه برخ. آیا میکنیم این کارو میکنیم یا نه؟ کسی که میکنه اشراف برو خشم عالیه. اگر هم نکردیم تا الان شروع کنیم. یعنی فکر یه رفت دیگه من باشم. اگر میفهم یه رفت در عذاب هست، هیچ کاری نمیتونی بکنی، تفیلا میتونی بخونی، من از چیز زیاده سی برده میان پول میخوان، نمیدونم $20,000 من از کجا داشته میشم دارم، پولم نداریم، ولی میتونیم تفیلا بخونیم. عزیزی من تفیلا بخون، شیره مرد بخون، یاد یاد بروش اولم تا سی رسه بدادم ازه رفوها شیره ما. این چیزاییست که داشتیم یه موقعی، الان آقا متاسفانه اینقدر سرمون شلوغ شده و اینقدر خودمون سرگردون هستیم،
وقتی که به کسی دیگه برسیم و نداریم. این هم همهش یه هم هست، تمومش تنخیلهای ساتان هست. ساتان میدونه که در این موقع ها اینقدر اینقدر اخدود، اینقدر اتحاد برای قوم اسرائیل مهم هست، همهش کار میکنه که وقت نداشته باشیم بسید این کارا، یا بین اون مخلوقتی میدازه. متاسفانه این نقطه رو باید در نظر بگیریم. ببینید ما خیلی صحبت میکنیم راجع به همه چیز، ولی یکی از نقطه های بزرگی اینه حدسلخ های عم اسرائیل چیه که من فکر یکی دیگه باشم، فقط فکر خودم نباشم. حالا بیاییم بین زن و شوهر رو بگیریم. بین زن و شوهر، عرب لوین یکی از رابای بزرگ اسرائیل بود، ایشون وقتی خانومش پاش درد میکرد میرفتن پیش دکتر، میشست به دکتر میگفت جناب دکتر من ما پامون درد میکنه. خب کدومتون؟ نمیدونیم ما پامون درد، یعنی حس میکرد که پا خودش درد میکنه وقتی خانومش پاش درد میکنه. تا این اندازه آیا من حس میکنم که خانومم تحت فشاره، تحت لخت هست، احتیاج به کمک داره؟ یا من ببین من برنامه خودم اینه، برنامه چیه؟ من میرم 800-900 کار میکنم، بچه هم میام خونه، خستم، غذا باید سر جاش باشه، وقت داشته باشم میتونم حموم بکنم، همه چی باید حاضر آماده باشه. خانم دیم روز حالش خود نبود، حاضر یک کمی چشم پوشی بکنی، غذا حاضر نیست، مهم نیست، برو به خانم بگو ببین من الان غذا حاضر میکنم با هم دیگه بخوریم. من چرا که نه؟ چرا از بابا دوستم قراره آشپزی بکنم، احتیاج آشپزی نداره، دو تا تخم مرغ بگیر سفت بکن، یه تون ماهی هم باز بکن با خیارشور و گوجه فرنگی، نونم بذار توی توست، تموم شده رفت. میشه نمیشه؟ نمیشه. غذا اصلا نیست، آدم سیر میشه. مسلمه که آدم با همه کار میتونه هر کاری، یعنی آدم باید جوری باشه که با هر جوری کنار بیاد، مخصوصا موقعی است که وقتی موضوع یه نفر دیگه در میونه. باید اگر بخوام من بخوام صدیق باشم، باید کاری بکنم که روی حساب مردم دیگه نه، روی حسابی که بیام به کسای دیگه خصمش رو ضرر میزنم، میخوام خودم صدیق بکنم. حرام خیلی بیشون توی کتابشون مینویسن یه نفر میاد سی سر بکنه، خیلی هم با مشتاق کامل خیلی هیجان زده است، خب سیستم میدونیشون سر میکنیم، ما وقتی سر میکنیم باید دوتا طرفش رو بدیزیم عقب. آقا خیلی با چیز تاق خودمون نخواه سیستیت میخونه به پشتی سرت، چیکار داری میکنی؟ آقا من هیجان زده هستم. هیجان زده هستی باید یه نفر دیگه چیز بزن، صدمه بزنی؟ استیپلر پدر عرب خنکنیفسکی، ایشون دیگه مسن بودن واسه اون تپیلا میخون، تپیلاشون بلاخر کرد، میخواست صدا قدم بیاد عقب، پوششو میکنه میبینه یه نفر جبون پوشش واسده داره تپیلا میخونه، و طبق حلقه اگه کسی هست که پشت من هست که داره تپیلا میخونه، من اصوله که صدا قدم بردارم بیام توی و مزاهمش بشم. حالا بایی میسه، حالا طرف هم جوونه، چشماشو بسته، هیجان استابی داره تپیرا میخونه، یک روبه تموم حرب روی پاش بایستده که آقا تپیرایی که داره به هر شمیده برد میخونه تپیراش خیلی با کمانه باشه. وقتی تموم کرد حرب سرش داد زد، گفت گزلن گنم تو دوزدی، وقت منو دوزدیدی از دمن. حالا طرف فکر میکرد که خیلی صدیقه، از من به حساب خودت میتونی صدیق باشی، چرا به حساب دیگه، به حساب مردم دیگه؟ یا مثلا ببینید آره عرب بهش گفت، گفت تو گزدان هستی، عرب این بند صدات چه تقصیر اون میخونده، اون باید بدونی که یه نفر محسن جلو دیر جلو پاته نمیتونه زیاد باعثه، چرا اینقدر تپیرا تو یه چیز میکنی؟ میخوای تپیرا رو طولانی بکنی؟ طولانی بکن، برو جایی واسه که مواظب مردم مردم نباشی.
יאיר נפל בחד תפילה וכו'. בין מזו סנדלי, ג'אנד לסת האדם ולאחיו. שכאן הוא קונה, מילי תורח לא במיסה, כמיתו לסת האדם בעד לאחיו. תפילה שם תורניה, כהנים מכאן ורן דוכן. הרב הישדה ועשה תרה. ג'אנד לתפילה וכו'. מיכאי תפילת הזיית בחוני, ביסטר בחון, הלפיניס, מה לתפילה מתולניה? תפילה מתולניה בכל, ואלי צ'רע בעצה במרדום מדיגי, צ'רע מרדום הזיית מכוני. הרב אגר, יקי ג'אנה בשביל שברה, אגר, מתולניה תעזים בכל. אה? זהו. וכן? המוג'ה, תהיה, בין איזה ויזה ועשה, מתולניה תעזים בכל, יצא זה. קודש, נע בין רב. אה, מתולניה. بله اگر جایی نشستی که سفسلیم هست که نشستی جلوتونم میز هست همونجا وایسین همونجا تپیلا بخونین جا نیست که سه تا قدم بردارین مهم نیست یعنی خیلی مهم هست قدم بر جدش بشه که سه تا قدم برداره ولی وقت که چاره ای نیست چاره ای نیست جا نیست چرا من باید جای راه روی راه مردم رو بگیرم چقدر این مهمه یعنی نفر مثلا تو را داره میره با ماشین تشنه هست میخواد یه بطری نوشابه بخره از یک کیوسک جای پارک نیست چکار میکنه؟ دکمه رو فشار میده که چهار تا چیزا بزنن آقا قبول بکن یه دقیقه فقط من ماشین رو دوب پارک میکنم میرم یه نوشابه میخرم آره من نمیخوام سیگار بگیرم نمیخوام نوشابه یه نوشابه میخرم میام یه دقیقه فقط وقته این یه دقیقه واسه یه نفره ولی وقتی که هزار تا ماشین پشت سرت هست و اینا توی ترافیک گیر میکنن این یه دقیقه نیست این هزار دقیقه میشه گیزرزمن میخوای کاری بکنی به حساب خودت نه به حساب مردم پراشای کدوشین این رو به ما میگه یعنی کدوشین تیهیو نوشته آدم میخواد مقدس باشه نمیتونیم فقط بین وقتی که میسوای بین خود تا هشید برو انجام بدیم مقدس بشیم مقدس به این هم هست که آدم مردم دار باشه مردم ازش راضی باشن فکر مردم باشه فکر آدم های دیگه باشه کافی نیست آدم میتونی که آقا من بین هشید برو خود خودم همه چی درسته تفیلین میبندم سیسید میبندم شبات نگه میدارم روز کیپور رو من تعنیت میگیرم نمیدونم سوکا میبندم همه چی مارا رو بدیم زخیر صدیق نور بخواه انه کپل میش بکنیش کبو ایشون کلیسه بازش درست کرده بودن زیر خونهش دیگه وقتی سال اول که کلیسه رو درست کردن دیگه نمیرفت توی بیت کلیسه یزدیا همونجا تپلا میخوندن موقع سلیخوت رسید سلیخوت شب اول سلیخوت انجام دادن خبوشا آمده بود اونجا مردم اینقدر زیاد بودن شب دوم عرب آمد گفت که ببخشین ما دیگه اینجا سلی خود نمیخونیم چرا؟ همسایه هست همسایه اینجا هستن بچه دار هستن ما مزاحمشون هستیم از من عرب بزرگ اسرائیل ولی میخوای سلی خود بخونی میخوای صدیق باشی نه به حساب مردم دیگه این نقطه هاییست که اشین برخ دوست داره اینجوری ما را ببینه یک کار آدم این کنه که برای یه نفر دیگه یک کار مثبت میکنه این اینقدر سخار داره در دنیا در اون دنیا در این دنیا هم داره کسی که صدقه میده کسی که از پول خودش حاضر بگذره برای چی؟ برای اینکه به قوم اسرائیل کمک بکنه میدونیم چی کار داریم میکنیم این آقا حقیقتا میشه گفت صدیقه حاضره از خوبی های خودش بگذره حاضره پولی که میتونه پس انداز بکنه ازش استفاده بکنه بعدا حاضر اینو به صدقه بده اگر امکان داره که همچین آدمی زادی خصم شلوم یه جایی برسه که گرسنه بمونه خیلی ممکنه هر آدم می‌نویسه این آدم نیا عنی مصدقه غیر ممکنه که آدم فقیر بشه از این که صدقه داره میده درست برعکس کسی که فقط فکر خودشه همش پولش و انبارش رو می‌خواد واسه خودش نگه داره همش
با نمیدونم خونه میره میخره، ملک میخره، حساب باز میکنه تو بانک، همه چی پولاش میخواد بمونه، آخرش خسر میشه. هاشم بالا پولش ازش میگیره، یه معامله میکنه، تمام پولش ازش میگیره. همینجوری الان توی آمریکا، توی همه تمام پول داره اینجوری میشه. متاسفانه اگر این پولات رو داده بودی به یه نفر دیگه، پولات لاقل به یک یهودی کمک میکرد، سخرش واسه میموند. حالا چی کار کردی؟ این نقطه هاییست که ببینین آدم باید نمیشته صف معصه به مخشبات خیره. هر کاری که میخوای بکنی اول راجبش فکر بکن، اول فکر بکن ببین کاری که میکنی فایدهش چی آخرش. یه نفر بیاد لاشون حقرت صحبت میکنه، لاشون حقرت صحبت میکنی، فکر بکن آخرش چی بشه، واسه چی داری لاشون حقرت صحبت میکنی، آخرش چه فایده ای داره. فایده که نداره هیچی، ضرر هم زیاد میزنه. خانوما میشینن تلفنی صحبت میکنن، شروع میکنه طرف میگه بیا سر طرف ببین چی شد اون خانومه، میدونی کشور خانوم چی شد، چی شد ها، یه دفعه حس کنجکاویش روشن باز میشه، بیدار میشه، ببین چی شد. بعد وقت شروع میکنه لاشون آقا صحبت کنه، بفهمه، گوش بده، خودش هم آخرش لاشون آقا صحبت میکنه که چی بشه، به کجا رسیدیم. غیر از این که بین نفاق میفته بین مردم، چیز دیگه نمونده، هیچ دیگه نیست. تورا دستور میده به ما آسوره که انتقام بگیری، آسوره که در قلبت چیزی رو نگه داری، یک دشمنی نگه داری در قلبت. مگه میشه؟ مگه میشه همچین دستور داد؟ آقا این آقا اینقدر به من ظلم کرده، این خانم تمام زندگی من پاشونده، من ازش انتقام نگیرم، من توی دلم ازش دشمنی نداشته باشم؟ نمیشه. کسی همچین جوری صحبت میکنه فکر میکنه این آقاست که داره، این خانومیست که به من ضرر زده یا به من کاری کرده. ولی کسی که ایمان داره باید بدونه که هیچ کس تو این دنیا نمیتونه به من ضرری بزنه اگرش این برخ نخواد. اون یه فرستاده است از طرف عشره، کسی نیست که میتونه من ضرر بزنه یا میتونه به من استفادهی برسونه اگرش این نخواد. همچه چیزی نیست. نقطه هاییست که از ایمان میاد، ایمانمون کامل باشه همین چیزها رو میتونیم، همین چیزها رو میتونیم درست بکنیم، همین چی میتونیم جور بکنیم. یه نقطه دیگه میخوام اشاره بکنم، یه وقت رو زده میگیرم. ببینید توی تورا نوشته ایش ایمو و عبیر تیره او ایت شب اتفایت ایشمون رو انیشه. من دیگه پاسوک نوشته که پدر مادرت رو باید احترامشون رو نگه دارید و شبات منو نگه دار. علی هاشه چه رفتی داره؟ چون که بوده با این میشه گفت میسواه به ندم خبقه به ندم آدم ایزاده شبات میسواه ایست که به ندم هشه این براخه. چرا توی یه پاسو کامده این؟ تو کماره نوشته درسته که من باید احترام پدرمان رو قائل باشم، مسلمه، اگر که پدر من یه چیزی میگه من باید گوش بدم حرفشو، مسلمه، باید. چرا باید؟ چون پدر منه، مادر منه. ولی اگر پدر من بیاد بگه که ببین من نمیخوام تو شبات نگه داری، شباتو یالا شروع کن ماشین سوار شدن با من بیا، آیا من باید به حرف پدرم گوش بدم یا نه؟ این تو را میگه، تورا میگه درسته که پدر باید احترام پدر مادر قائل باشی، ولی اگر که پدرت میگه یه خلافی بکن بر ضد تو، اصولی که به حرفش گوش بدی. چرا؟ چون پدر خود تو هم اونم باید به حرف من گوش بده. شاید برخ میگه پدر تو هم اونم باید احترام من قائل باشه، اگر احترام من نمیخواد قائل باشه تو نه، تو نباید به حرفش گوش بدی. این یک پایه ایست که در تورا گذاشته. حالا یه مثل میارن معروفه، شاید هم گفتیم اینجا، شاید هم شنیدیم، ولی موقعش است که این مثل رو بیاریم. سه نفر بودن، سه تا برادر، اینا پدرشون گفت شوهر برین شما درس بخونید، برین پراکنده بشین، هر کدوم برین درس بخونید،
بعدش وقت خوندین و از استاد شدین برگردید. خب اینا برگرده میشن، یکشون میره نمیدونم توی آمریکا، یکشون میره سوئیس، یکشون میره فرانسه، خلاصه درس میخونن حسابی استاد میشن برمیگردن. پدرشون پرسه، از یکشون پرسه خب تو چی دوران درس خوندی؟ میگه بابا من یه اختراع کردم. اختراع چیه؟ یه دوربین درست کردم که میشه دور از دور دید. همچی چیزی تو دنیا نیست. خب پدره خیلی خوشحال میشه، میگه از دوباره پرسه تو چی کار کردی؟ میگه من پدر من اختراع کردم هواپیما، با هواپیما میشیم، از با هواپیما بلند شیم، حتی از اقیانوس رد بشیم. سومی میاد میگه کوچیک‌تر از همه، تو چی کار کردی؟ میگه من بابا من یک سیبی درست کردم، سیبه که یک بیرک از یک بوی داره که هر کسی که مریضه اگه این بوی رو بکنه خوب میشه. بارو کاشه چه پشه پسرهای استادی. خلاصه خب پدر میگه خب بریم ببینیم چی کار داریم میکنیم، با این استفاده از این رو بکنیم. میگن بیرون دوربین رو میگیره، اون که دوربین رو اختراع کرده، میبینه توی خونه پادشاه خیلی بلوه، خیلی شلوغه، مردم میان میاد به برادرشون میگه ببین خونه پادشاه یه اتفاقی افتاده چیکار بکنیم؟ طرف میگه کاری نداره، بیا هواپیما سوار میشی، هواپیما میره پیشش. میرن اونجا میبینن بله دختر پادشاه مریض افتاده، هیچ دکتری هم نیست که میتونه خوبش بکنه، هیچ کس. کوچیکه میاد میگه کاری نداره، به من بدین من خوبش میکنم. میرن پیش دختر پادشاه، میگن جناب پادشاه ما صد برادر هستیم، اومدیم اینجا و دعوا داریم برای دخترت، اجازه میدین که خوبش بکنیم؟ بفرمایید اخیر بکنیم. سیبه را میبره به دختره میده، دختره بو میکنه، چشماشو باز میکنه، بعد از یه روزم خوب میشه، برم میشه. آره یه سیب، یه سیبه بو داره، داروی یه مثل دارو میمونه. چه عالی. پادشاه میاد میگه که ببین من میخوام به شما یک جایزه بزرگی بدم، ولی چی بهتون بدم؟ شما دختر من رو نجات دادین، چی میتون بدم؟ من حاضرم دختر ما به یکی از شما بدم که باش ازدواج بکنه. خب حالا با کی ازدواج بکنه؟ کدوم؟ چرا؟ اون که دوربین داشت میگه اگر من دوربین نداشته بودم شما از کجا میدونستی که دختر پادشاه مریضی که بگه خوبش بکنین؟ پس به من میرسه. اونم که هواپیما داشت میگه هه؟ اگر هواپیما نبود دختره میمرد، چطور میخواد بهش برسی؟ چجوری میتونی بهش برسی؟ پس دختره من میرسه. سومی هم میاد میگه اگر من دارو نداشته باشم چجوری میتونی دختر رو خوب بکنی؟ نمیتونی. خب دختر که نمیتونی مثلا پرزه باش بکنه، چه کار میکنیم؟ پادشاه میاد میگه میتونی که چی؟ یا از دخترم بپرسیم، دختر من عاقله، ببینیم اون چی میگه. دختره هم میگه بابا ببین ستاییشون درسته که من نجات دادن، ولی ببین از الان به بعد من به کی احتیاج دارم؟ از الان به بعد من به اونی که دوربین داره احتیاج ندارم، اونم که هواپیما داره احتیاج ندارم بهش. از الان به بعد من به احتیاج دارم به اونی که دارو داره، دوا داره، اون میتونه همیشه منو خوب بکنه. همون کسی داره؟ آره. پس برای این واسه من، این واسه من مهمه. حالا دارید امدخ میاد میگه که آبی و ایمی از ابونی و عشه می اصفینی. توی گمارا نوشته شلوش تفیم با ادم در آدمیزاد سه تا شریک هستن، پدر و مادر و عشه می برخ. پدر تمام چیزایی که سفید در بدن آدم هست از نطفه پدر میاد، هرچند که قرمزه خون و نمیدونم گوشت و اینا از مادر میاد. و حشمی برخ چی کار میکنه؟ اون نشما میده با آدم. حالا پس سه تا شتاب هستیم. نخی آدم به دنیا میاد احتیاج به کی داره؟ احتیاج به پدر مادر داره؟ نه، اونا قسمت خوبشون رو دادن به آدم، ولی من احتیاج به حشمی برخ دارم که نشما رو دیگه، نشمای من رو توی وجودم نگه داره، درست مثل همین سه نفر. پس با کی باید من بیشتر حرفشو گوش بدم؟ هاشمی برخ. این چیزی که نوشته تو تورا ایش ایمو با عبیب تیرا و
یعنی باید از پدر و مادر بترسی، حرفشون رو گوش بدی، به چپ و راست شمون رو، اگر پدر میگه میگه خلافی بکن، اصول که خلاف بکنی. یه نمونه دیگه که بالا میاره، پدر میاد کوهنه، پسرش هم کوهنه، یا میدونم توی یه دور از جلومون قبرستون یه گنجی پیدا کردن. حالا ما میدونیم که کوهن اصول که وارد آرامگاه بشه، میاد پدره میگه ببین برو توی این آرامگاه این گنجه رو واسه من بیار. آیا باید به حرف پدرش گوش بدی یا نه؟ نه. چرا؟ چون هشیم برخ دستور داده کوهنیم اصول که وارد آرامگاه بشن. این یه بازه نقطه دیگه است که من باید بدونم درسته که من باید مردم دار باشم، درسته که باید حرف مردم رو گوش بدم، ولی تا وقتی که سرپیچی از خلاف هشم نیست، از دستورای هشم نیست. ولی وقتی سرپیچی از دستورای هشم هست، من اصوله که به مردم و حرفشون گوش بدم. اگر کاری میکنن که یعنی میخوان که من خلاف بکنم، هیچ جایی نیست که من بخوام بیام مردم دار باشم بر ضد هشم. این یک رمزی هست در پاسوک توی تورا نوشته این تورا دو نوخ نوخ ایش صدیق این تورا دو نوخ نوخ ایش صدیق اگر بدورتا ات ها الوهیم ایتالیخ نوخ. سه بار نوشته نوخ در یه پاسوک. الان بزرگای سمی هم میگن نوخ ایش صدیق اگر بدورتا نوخ 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 آیه صدیق. درسته. چرا آیه صدیق؟ چون هم مردم دار بود، هم دلنه، هم صدیق بود، حرف خدا گوش میکرد. اتها الوهی میتر اخلاخ، یعنی وقتی به جایی میرسید که خوب بود یا مردم دار باشه یا به طرف هشین برخ بره، چکار میکرد؟ اتها الوهی میتر اخلاخ، به طرف هشین برخ میرفت، نه به طرف مردم. یعنی من باید یه جوری باشه که از مردم خجالت نکشم، دارم مصوا انجام میدم. دارم مصوا انجام میدی، چرا خجالت میکشی از مردم؟ نه ببین زشته. چه زشتیه؟ اونا باید خجالت بکشن که اونا در راه هشم نمی. من دارم کار هشم انجام میدم، چرا من باید خجالت بشم از مردم؟ متاسفانه مردم به جایی رسیدن که حاضرن تموم دین و همه چیو پایمال بکنن به خاطر محیط، به خاطر مردم. به کجا رسیدیم؟ این نقطه هاییست که باید در نظر گیریم. به هشم برخ اشاره که هشم برخ به همه خوبی و خوشی بده، اشاره که زخوت تورایی که انجام میدیم و زخوت این روزای مقدس واسه اون حقیقتا هشم برخ واسه اون مشیخ رو بیاره، بینمون نفاق نباشه، مخلوقیت نباشه، اتحاد کامل داشته باشیم و هشم برخ اشاره تفاهمون قبول بکنه که به زودی زود گولش شنما داشته باشیم واسه همه.